به نام خدا. سلام به دوستای عزیزم، دخترها و پسرهای گل کلاس نهم. به جلسه اول طرح TNT خوش اومدید. این جلسه ما مطالب طرح جامعه رو مرور میکنیم. چند تا تستای مهمی رو که اونجا زدیم، 5-6 تاشو دوباره با هم کار میکنیم، تستای جدید میزنیم، مطالب جدید داریم. امیدوارم که با حواس کامل و شیش دنگ گوش کنید، توجه کنید تا استفاده لازم ببرید. بریم بچه سوالا رو ببینیم. خب سوال اول اینا بچه سوالای دنباله تصاویره. دنباله تصاویر خب یکی از سوالای خیلی معروف هر آزمون هوش و استعداد تحلیلیه. یه سری شکل میده، یه جای خالی داره، یا آخرشه یا وسطاشه. میگه کدوم گزینه رو اینجا باید قرار بدیم. خب همه سعی کنن حل کنن. همه سعی کنن حل کنن. خب یه نفر داوطلب شه برای جواب دادن به این سوال. زود باشید بچه ها، زود باشید ببینم کی زودتر این سوال رو جواب میده. ببینم کی زودتر این سوال رو جواب میده. سلام، صدای منو دارین؟ سلام، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، شما خوبه این؟ مرسی. خودتون رو معرفی کنید لطفاً. از کجا تماس میگیرید؟ من بهار زکیزاده هستم، از اصفهان تماس میگیرم. بله بله خانم زکیزاده، گزینه A هم انتخاب کردی درسته؟ بله. من دارم از اینجا میبینم. خب خانم زکیزاده چرا A رو انتخاب کردی؟ خب من آخه برای چی A رو انتخاب کردی؟ من به همه شکل توجه کردم. اولش که اون شکلی که از چهار تا مربع تشکیل شده خب الگو داره حرکت میکنه و اولیش خب روی پایینه، بعد باید به سمت راست باشه، بعد بالا و بعد به سمت چپ. بله. بار حرکت میکنه. پس طبق این چیزی که گفتم یا باید A بشه یا B و یا C. آفرین، این غلطه. بله. چیز بعدی که خب حالا من گفتم و در نظرش گرفتم این بودش که خب اون مثلثایی که حالا به ترتیب مشکی و سفید و سفیده، خب من گفتم که اونایی که برعکس و مخالف هم هستن مثلثشون هم مخالفه، یعنی اونی که به سمت پایین مثلثش مشکیه، اونی که به سمت بالا مثلثش سفیده. برای همین اونی هم که به سمت راست بود من گفتم قاعدتا مثلثش مشکی میشه. آها نه،
ببین، اولا این شکل شما از سمت راست به چپ بررسیش میکنی، معمولا از چپ به راست، ولی خب کار درستی انجام داری، چون اینجا ما دو تا شکل پشت سر هم داریم، بهتره اینو بررسی کنیم. 90 درجه از راست به چپ، 90 درجه ساعتگرد شکلمون داره دوران پیدا میکنه، بله 90 درجه ساعتگرد شکل داره دوران پیدا میکنه. پس اینجا باید کله مثلثه به این سمت باشه، گزینه دی رو حذف کردیم. این مربع وسط رو نگاه کنید، دوران نمیکنه، این فقط هی رنگش داره جابجا میشه، این ور اون ور میشه. حالا این باید به سمت بالا باشه، پس گزینه بی هم حذف میشه. بله این مربع وسط جای این سیاهش درست نیست، یا گزینه A یا گزینه C. ولی وقتی من این سه تا شکل دیگر رو نگاه میکنم، میبینم اون تیکه‌ای که بالا هست سیاهه. دقت کنید، اون تیکه‌ای که بالا هست فقط سیاهه، پس میشه گزینه C. من اگه گزینه A رو انتخاب کنم، هیچ دلیلی براش ندارم چرا این مثلث اینجا سیاه شد و اینجا این دوتا چرا سفید شدن. پس میگم اون تیکه‌ای که بالا قرار میگیره سیاهه، میشه گزینه C. آها خیلی بله ممنون، مرسی. متشکرم. بریم سراغ سوال بعد. سوال دو رو حل کنید بچه ها. آفرین آفرین، همه دارن درست جواب میدن. یه نفر داوطلبش بیاد جواب بده. سلام استاد. سلام آقای امیر عباس علی بیگی، خوبی؟ بله خیلی ممنون. خب کدوم گزینه رو گزینه انتخاب کردی؟ A. بی A. غلطه، A. خیلی راحته. چرا می رو انتخاب کردی؟ A رو انتخاب کردم. A. از تو بعیده بی رو انتخاب کنی. ببین نه گوش گفتم بده، ای این ای رو انتخاب مستطیل کردم. میره بالا، بعد یه شکل جدید میاد، اینی که اینجاست میره داخل، اینجا استاد من گفتم مستطیل میاد ای داخل، بعد نمیدونم چرا اصلا اینجا مستطیل نداره، جواب درست A میشه. صدای من میاد، بله صدای شما میاد من از همون اول گفتم ای. دیگه. حالا بچه ها الان که من جواب درست رو گفتم، تو هم ای گفته بودی. آقا فروش الان از بچه هم برد، من دوبار وقتی گفتیم بی جیغ زدم ای. باش بچه ها نگاه کنید، این میاد حالا شما بیایید داخل. فکر میکنی بعد شکل آخری که رفته داخل مستطیل باشه، پس بی و دی همون اول هز میشه. ببین اینا میاد داخل، این میاد بالا، یه شکل جدید میاد پایین، این میاد داخل. بله خیلی دقت کنید بچه ها به اینجور سوالا، اشتباه آقای علی بیگی رو نکنید. الله بریم سراغ سوال بعد. سوال 3،
بچه خیلی سوال جالبه، نگاه کنید، میگه گزینه بعدی کدومه؟ هیچ کدوم از این گزینه ها اصلا ربطی به این چهار تا شکل نداره. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید بهترین گزینه را از این چهار تا برای اون علامت سوال پیدا کنیم، بهترین گزینه رو. ببین آقای امیر عباس علی بیگی، الان هم گفتی گزینه بی. بچه ها یه نفر بیاد جواب بده. بچه ها یه نفر داوطلب شه. لطفاً خواهشاً اونایی که یه بار اومدن دوباره درخواست ندن، بذارن دوستای دیگه هم بیان که فرصت بشه اونام به سوال جواب بدن. سلام. سلام، حال شما خوبه؟ ممنونم، مرسی. شما خوبین؟ مرسی. خودتون رو معرفی میکنی دخترم؟ البته آریان وسوخ هستم از اهواز. خیلی ممنون. کدوم گزینه رو انتخاب کردید؟ من گزینه بی رو انتخاب کردم. آفرین، بی. توضیح میدی چرا؟ البته خب من اول اومدم گفتم که دیدم که اصلا گزینه با هم نمیخورن، ولی بعد که گفتین بیان بهترین گزینه رو انتخاب بکنیم، اومدم به دایره های روی اضلاع مربع‌ها نگاه کردم و گفتم که با صرف نظر از اینکه حالا توی هر شکل تعداد دایره ها روی هر اضلاع تغییر کرده، تعداد اضلاعی که روی تعداد دایره هایی که روی اضلاع روی همه مربع ها 5 داره، پس در نهایت توی در حقیقت شکل بعدی مونم ما باید 5 تا دایره داشته باشیم. خب توی شکل A ما شکل بزرگمون یه دایره با 3 تا دایره، با 3 تا دایره بعدش 4 تا دایره. توی شکل B مون 5 تا دایره، توی شکل C مون 3 تا دایره و توی شکل D مون هم 2 تا دایره. پس به راحتی میتونستیم گزینه B رو انتخاب بکنیم. یه چیز دیگه هم که اومدم در نظر گرفتم این بود که گفتم مربعهای داخل در حقیقت شکل رو نگاه کردم، گفتم شکل اولین شکلمون 2 تا داشته، دومین شکلمون 4 تا داشته، سومین شکلمون 6 تا داشته، بعد دوباره 2 تا شده، یعنی یه الگوه که 2 4 6 دوباره 2 4 6، یعنی شکل بعدیمونم باید داخلش 4 تا مربع داشته باشه که تنها گزینه‌مون میشه B. خیلی عالی بود، آفرین، خیلی عالی بود، متشکر. بچه ها نگاه کنید، ما تغییراتمون دو مدل تغییرات داریم، یکی تناوبی، یه تغییرات تناوبی مثل این 2 4 6 دوباره 2 4 6. یه بار یه تغییراتمونم تغییرات بازگشتیه، یعنی چی؟ میشه 2 4 6 بعد دوباره میشه 4 2 دوباره 4 6، یعنی قرینه میشه، یعنی اومد تا 6 از همین مسیر برمیگرده، میشه 4 بعد دوباره 2. این دوتا رو حواستون حتما تو شکلا باشه. بچه وقتی میای تست ها کنید، تو اکثر سوالای استعداد تحلیلی شما باید بهترین گزینه رو انتخاب کنید. این بعضی سوال هست اینطوری نیست که فقط یه گزینه درست باشه بقیه گزینه ها نادرست، ممکنه 2 تا 3 تا گزینه درست داشته باشیم. ما باید از بین اونا بهتری رو انتخاب کنیم.
ما اومدیم اینجا دیدیم هیچ کدوم از این شکلا شبیه اونا نیست، اومدیم گفتیم از بین اینا بهترینشون میشه گزینه بی. سوال 4 رو حل کنید. بچه به توضیحاتی که سر سوال قبل دادم دقت کنید. به توضیحاتی که سر سوال قبل دادم دقت کنید. یه نفر دیگه بیاد اینو با هم حل کنی. لطفاً یه نفر دیگه داوطلب بشه. اگه نمیشید من خودم حل کنم. خانم زکی زاده درست گفته، آفرین. آقای علی رنجبر درست گفته. بنیامین درست گفته، ابوالفضل آیناز، علی نیکچهره، متین کاهه، بهار حسینی، اینا همه درست گفتن. نرگس خانم آره. بچه‌ها یه نفر داوطلب شه بیاد با هم حل کنیم. کسی داوطلب نشد؟ سلام استاد. سلام، حال شما خوبه؟ ممنون، شما خوبین؟ مرسی. خودتون رو معرفی کنید دخترم. من آیناز مردانی هستم. آیناز خانم مردانی. خب کدوم گزینه رو انتخاب کردید؟ بی. آفرین، بگو چرا؟
استاد من گفتم شکل اول از 4 تا خط درست شده، بعد شده 3 تا، بعد شده 2 تا، بعد اون علامت سی کلن 1 خطه، بعد دوباره اون الگو تکرار میشه، دوباره میشه 4 3 2 1. بله بچه ها، ممکن بود اگه به جای 4 دوتایی هم داشتیم، مثلا یه ضرب در بود اون رو انتخاب میکردیم، چون ممکن بود بشه 4 3 2 1 دوباره 2 3 4 اینطوری باشه، ولی چون نداریم تغییراتش تناوبیه، 4 3 2 1 دوباره 4 3 2 1 همینجوری تا آخر، پس این گزینه B میشه. مرسی، بریم سراغ سوال بعد. مرسی، خیلی ممنون. خدا خب یه نفر بیاد اینو با هم حل کنیم. یه نفر داوطلب شه. اجازه من دارین؟ بله بفرمایید. اینا منطقی نیستن. آها توی آقای علی بیگی. آره منطقی هم. بفرما. آه. استاد من اینجا گزینه سی رو انتخاب کردم. آفرین، بگو چرا. باقیده اینکه اصلا گفتیم که اینجا شکل اول یه لوزی به صورت عمودیه، و خط شکل بعدی شده یه خط اونم به صورت عمودی، و شکل بعدی شده یه لوزی به شکل عمودی، و شده یه لوزی به شکل افقی. پس اینجا گفتم باید خط بعدی به صورت افقی باشه. آفرین. و شکل هم باید مثلا 1 2 و بعدی بعد خط سی مثلا باید 3 تا شکل لوزی باشه. میشه ام. آها نگاه کن، این لوزی ما اینجوری بوده، بعد جمع شده شده یه خط، بعد اومده یه ذره باز شده، دوباره بازتر شده، کشیده شده، بعدی باید از این کشیده تر باشه. تو گزینه ها از این کشیده تر فقط میتونیم سی رو انتخاب کنیم که یه خط شده باشه، یعنی الان بهترین جوابمون همینه که یه خط شده، ولی اگه یه شکلی داشتیم که از این کشیده تر بود اون رو انتخاب میکردیم، ولی چون نداریم تنها کشیده میتونیم همین سی رو بگیم. از کجا؟ با توجه به این خطه، اگه این خطه نبود کارمون خیلی سخت میشد. نگاه کنید بچه ها، این خطه من میگه وقتی لوزی رو جمع میکنی شده یه خط، بعد دوباره باز شده، دوباره باز شده، دوباره بازتر بشه، تنها یعنی بهترین گزینش میشه گزینه سی. مرسی، خیلی ممنون. بریم سراغ سوال 6. اینم خیلی سوال قشنگیه، بسیار سوال قشنگیه، خیلی دقت کنید بچه ها.
نمونه هاش میاد تو آزمون، زیاد اومده، چون به نظر ساده میرسه و بچه ها خیلی گول میخورن سر این سوالا. آفرین نرگس خانم حیدری امین. من الان 7 تا رو دیدم، فقط نرگس خانم توشون درست جواب داده. خب علی نیک چهرم درست جواب داده، کوسر خانم هم درست جواب داده، کوسر خانم زنگنه، بنیامین هم درست گفته، آفرین. گفتم این سوال گولتون میزنه، سوال خیلی جالبیه. بله چشم گسر خانم. آفرین محمد سینا فتاحی، آسوز و نوریان، آفرین. خب کوثر خانم زنگنه لطفاً درخواست بده بیا. کوثر خانم اگه درخواستتو پذیرفتن شما وصل شو. سلام استاد. سلام، خسته نباشی، خوب هستی؟ خیلی ممنون، مرسی. شما من سید محسن تیزماز هستم از تبریز. عالیه، خوبی سید محسن جان. کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ تشکر من گزینه بی دو. خب میگی چرا؟ چون با توجه به اشکالی چه نمونه هایی چه داریم، چهارتار قسمت سفید سمت راستشون هست و اولیا دوبار مثلا تکرار شدن، پس به صورت حتم دو سومی هم با چهارمی تکرار خواهد شد. آهان، پس اون آخریه چیه اونجا؟ چرا کارو تموم کرده اینجا؟ چرا اینو تک گذاشته؟ استاد به اونجاش پیش نشدیم دیگه. آهان، گزینه بی غلطه. بچه نگاه کنید، من تغییرات رو نگاه میکنم. ببینید این یه تغییری از اینجا داشته به اینجا، یه تغییری این از اینجا به اینجا، یه تغییری از اینجا به اینجا، یه تغییری هم از اینجا به اینجا. این تغییره برام گنگه، نمیدونم اصلا میتونید بگید هیچی تغییر نداشته. بچه اگه دیدتون خوب باشه، تغییرات ممکن اینه که این هیچ تغییری نداشته باشه، حالا یه تغییر دیگه هم ممکنه داشته باشه، ولی این تغییر معلومه 45 درجه
45 درجه پاد ساعتگرد چرخیده. 45 درجه پاد ساعتگرد. خب آیا میتونم اینا رو هم بگم چرخیدن؟ بله، این 360 درجه چرخیده، شده خودش. حالا این میاد چقدر میچرخه؟ 180 درجه پاد ساعتگرد، میشه گزینه A. بعد A میاد 90 درجه میچرخه، هی زاویه چرخشش نصف میشه، میشه 90 درجه، اونم میشه 45 درجه که هی زاویه چرخشش نصف میشه، پس جوابش میشه گزینه A. بچه این نکته چرخش 360 درجه رو خیلی حواستون باشه، فکر نکنید، خواهش میکنم قربانت، فکر نکنید که این دوتا ممکنه یه جاهایی هم عیناً تکرار شده باشن، ولی حواستون به این باشه ممکنه این چرخش 360 درجه داشته باشه، یا اگه یه شکلی باشه که خط تقارن داشته باشه ممکنه نسبت به اون خط قرینه شده باشه. ما به سادگی نگاه نکنیم بگیم این همونه، شاید یه اتفاقی روش افتاده همون شده. بریم سراغ سوال بعدی. سوال هفت. بچه شماره سوالم بزنید. مرسی ایلیا جان. درست گفتی؟ آفرین عبدالله زارعی، آفرین. آیناز، سینا، آفرین، آفرین. آیلا، بنیامین، ابوالفضل، امیر مهدی، آفرین. خیلی عالیه بچه ها.
بله یه نفر بیاد بچه ها. یه نفر اونایی که اومدن دوباره نیان. جدید سلام بیاد. سلام. بفرما. میشه گزینه A. مطمئنی؟ بله. بله مرسی. خب بگو چرا؟ این 90 درجه پادو ساعتگار دارید. چی 90 درجه پاد ساعتگار چرخیده؟ کل شکل. کل شکلمون؟ آره. باش. ببینید بچه ها تغییراتشو دونه دونه من بر... مرسی. اول مثلث رو نگاه میکنم، رأسش اینجاست، میاد بالا، میاد اینجا، دوباره میاد اینجا، باید بیاد این گوشه. این درسته، این درسته، بی درست نیست. آها پیر عباس جان درست گفتی. ایه خب نگاه کن، بعدی مثلث رو دیدم، میام این مثلث گوشه ای رو نگاه میکنم، این اومده رو این زل اینطوری شده، اومده رو این زل اینجا، اومده رو این زل اینجا، همینطوری میاد رو این زل به این سمت. این دوتا غلطن، فقط گزینه ای میمونه. دایره رو هم بررسی کنیم همینطوریه، هی میره اونور و جهتش میتونیم بگیم که عوض میشه، این قطرش عوض میشه، میشه گزینه ای. خیلی ممنون، مرسی. ببین اگه درست بگی ما که با تو دشمنی نداریم، میگیم درست گفتی. اصلا باز هم میام دیگه، من که هرچی میگم تکراری نیام، تو باز میای. کلا من اصلا شیطانیم. با یه لینک دیگه، با یه اسم دیگه میای، درسته؟ دقیقا دقیقا با یه اسم دیگه میای. هم به هر بار اسم عوض بکنم. امیر عباس علی بیگیه. الان با ایلیا زارعی. الان با ایلیا زارعی اومده. پسر خوبیه. خب بچه سوال 8 رو حل کنید. شماره سوال هم بنویسید بچه ها لطفا.
خب یه نفر داوطلب شه بچه ها. سلام استاد. سلام، حال شما خوبه؟ ممنون. خودتو معرفی میکنی پسرم؟ مهندس فهمی هستم دخترم. آها ببخشید ببخشید، صدا کیفیتش بد بود، ببخشید. خب کدوم گزینه رو انتخاب کردی؟ گزینه A. آفرین، توضیح میدی چرا؟ خب شکل اولمون 3 تا زل داره، بله. ولی شکل بعدی شده 4 زل و شکل سومی شده 5 زل، یعنی اول 1 زل اضافه شده بعد 2 زل، پس در نتیجه 3 زل اضافه میشه، بله. ولی تو گزینه همون زل وجود نداره، پس بر حسب تعداد شکل انتخاب میکنیم، میشه 9 شکل. عالیه بچه، این 3 زلیه شده 4 زلی، 1 زل اضافه شده بعد شده 6 زلی، 2 زل اضافه شده، بعدی باید باشه 9 زلی، 3 زل اضافه بشه، ولی تو گزینه 9 زلی نداریم. بعد میشماریم بهترین گزینه، بهترین گزینه این 9 تا دایره است. مرسی مهندس جان. ممنون. سوال 9 رو جواب بدید. یه نفر بیاد این سوال رو راهنمایی کنه، حل کنیم با هم. سلام. سلام، حال شما خوبه؟ مرسی. خودتون رو معرفی میکنی؟ امیر مهدی امیری هستم. امیر مهدی امیری، بفرما. استاد اینجوری حل میکنیم که میگیم شکل اول مثلث، دایره، بعد مربع، و شکل دوم اینا رو اومده تو به قولی منسجم کرده که اول دوباره مثلث، دایره، بعد مربع. شکل دوم مثلث رفته پایین، دایره اومده بالا و مربع وسطه. اگه بخوایم اینا رو به قولی یه جا مجموعه کنیم، اول باید دایره بیاد، بعد مربع، بعد مثلث. گزینه A.
آهان، ببین تا حدودی درست گفتی. بچه اولا این سوالا سوالایی هن که رابطهشون دوتاییه، یعنی این با یه تغییری به این تبدیل شده، این دیگه ربطی به این نداره. یعنی شکل اول به دوم تبدیل شده، شکل سوم هم به چهارم. یعنی بین شکل دوم و سوم هیچ رابطه ای وجود نداره. خب ببینیم چه اتفاقی افتاده. بچه به ترتیب از پایین شکلها رو چیده رو هم، اول مربع رو گذاشته، بعد دایره رو گذاشته، بعدم مثلث رو گذاشته. همشون هم توپرن، یعنی شیشه‌ای نیستن، یعنی مثلث سفیده که اومده دایره رو گرفته روشو. حالا اینم همینطور، اول مثلث رو میذاره، بعد مربع و بعد دایره رو، دایره رو قرار میگیره. پس قطعا گزینه بی و دی نیستن. میمونه ای و سی. خب بچه ها دقت کنید، مثلث انقدر بزرگ نیست که از مربع بزنه بیرون. مثلث تو پشت مربع گم میشه. اینجا نگاه کنید راهنماییمون کرده، مثلث ضلعش اندازه ضلع مربعه، پس پشت مربع میره و دیده نمیشه. گزینه ای غلطه، چون آقا این ضلع پایینی مثلث خیلی از مربع بزرگتر، ولی اینجا نشون میده که اندازه همن، پس ای نیست، گزینه سیه. اینو خیلی دقت کنید بچه ها، سوال خوبی بود. بریم سراغ سوال ده. نه بچه، گوشه های پایینش از دایره بیرون میزنه، ولی پشت مربعه، از مربع بیرون نمیزنه، مربع نمیذاره مثلث دیده بشه. سوال قبلی مربع نمیذاره مثلث دیده بشه، نه دایره. بچه اجازه بدید چون فرصت نداریم یه مبحث دیگه هم داریم، این سوالا رو ادامهشو حل کنید، بریم سراغ یه مبحث دیگه. خب بچه تو آخرین آزمون تیزشان سه تا از این سوال ها اومده بود، خیلی مهمن، نمونه هاشو حل کردیم، اینا نمونه های جدیدتری هستن. میگه اگر این شکل به این تبدیل بشه، این شکل به کدوم یک از اینا تبدیل میشن؟ اگر این شکل به این تبدیل بشه، این به کدوم یک از این شکل‌ها تبدیل میشه؟ بله حتما حتما.
خب یه نفر بیاد هر دو تا سوال رو برامون توضیح بده. سلام. الان با چه اکانتی اومدی؟ محمد مهدی سواری پور. چرا چند تا اکانت داری؟ اصلا اکانت عوض میکنم. آخه نباید این کارو بکنی، حق بقیه بچه ها چیز میشه. اشکال نداره، این کارو دیگه نکن. خب قد شو. مرسی مرسی. یه نفر دیگه. بچه ها یه نفر دیگه داوطلب بشه. استاد سلام، خسته نباشید. سلام، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، سلامت باشید. خب بفرما، توضیح بده سوال یک کدوم گزینه میشه؟ استاد سوال یک گزینه آ میشه. من توضیحش رو بدم که چرا؟ چون که این شکل اول رو ما داریم یک ذره کوچیکتر میشه، میشه دوتا همون شکله، ولی فقط در سایز کوچیکتر رو دوتا، یکی سفید یکی رنگی. اینجا هم اگر ما بیم برای شکل دوم همین کار رو انجام بدیم، گزینه بی که اصلا حذف میشه چون زیرش از اون قوس و هلال نداره. بله اصلا کلان همشون همین درسته دیگه کاملا. بله. خب سوال بعدی استاد، سوال دوم اومده گفته که یک مربع کشیده، بعد مربع رو داخل چندین تا مربع دورش قرار داده. حالا ما میفهمیم شکلی که وسط بوده بازم وسطه. حالا ما میفهمیم که اینجا توی شکل دوم وقتی که لوزی هستش باید پس لوزی باشه اینجا هم در شکلی که ما با توی گزینه انتخاب کنیم. پس بی و سی رو رد میکنیم اصلا. بله. بی و سی رو کردیم، ما نداشتیم که یک لوزی بزرگتر بیاد یا یک مربع بزرگتر بیاد دور اون قرار بگیره. پس ای هم رد میشه. و به نظر من گزینه آ میشه. گزینه دی هم به خاطر این رد میشه که فقط اومده چهار تا از اون حالت نوک زیدارشو گرفته. با اینکه نه، باید لوزی باش. بله کاملا درست. بله. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم استاد، خسته نباشید. مرسی، قربانت. خب بریم سراغ سوال بعد.
خب بچه ها یه نفر بیاد دوتا سوال رو جواب بده. خیلی ممنون. یه نفر بیاد هر دو سوال رو جواب بده. سلام استاد. سلام. حال شما خوبه؟ بله ممنون. وقتتون بخیر. مرسی. خیلی ممنون. خودتون رو معرفی میکنید؟ من مریم حسینی هستم. از کجا تماس میگیرید مریم خانم؟ از یزد. از یزد. خب سوال سه جوابش کدام گزینه میشه؟ میشه A. چرا گزینه A میشه؟ چون که اولیش خب یه حالا لوجیک نمیشه بگه، ولی خب چیز شش ضلعی سیاهه بزرگ داخل لوزیش، بعد این شش ضلعیه میاد کوچیک میشه و میچرخه. آهان نه ببین، شما اول تغییرات این دوتا رو بررسی کن. این براش چه اتفاقی افتاده به این تبدیل شده؟ اینو بررسی کن اول مریم خانوم. استاد یعنی گزینه ای میشه؟ نه شما اول اینو بررسی کن، به من بگو این چه اتفاقی براش افتاده به این تبدیل شده. خب شش ضلعیه داخلش کوچیک شده، بعد 90 درجه هم چرخیده. آهان شش ضلعیه داخلش کوچیک نشده، رفته پشت، درسته؟ چون آره. کوچیک بشه سایزش اینجوری نمیشه. ببین این 90 درجه چرخیده، آفرین، این شش ضلعیه رفته پشت، یه دونم حاشیه عین همین اومده دورش، درسته؟ آره. خب حالا اینو همین کارو میکنیم، 90 درجه میچرخونیمش، ایستاده میشه، یه حاشیه میاد دورش، پس این گزینه ای و گزینه ای حذف میشه چون اینو حاشیه ند، آفرین، بی میشه. بعد این میره پشتش، این میره پشت، این دوتا هم حذف میشن، میشه گزینه بی. مرسی. خب سوال چهار رو بگو. خب سوال چهار هم بی و مربع، یعنی بی و مربع که اومدن پایین در شکل اول و قسمت سومش هم خودش هست، پس گزینه سی میشه. خب ببین اینا عیناً اومدن پایین، هیچ اتفاقی نیفتاده، این دوتا اینوریا عیناً اومدن پایین، ام و مثلث هم عیناً میان پایین، این غلطه، درسته؟ آره. خب بعد گزینه بی هم چون که دورش یه مربع سیاه، یعنی مربعش مربع دور پر رنگ نشده، پس اینا غلط میشه. آفرین آفرین، به این نکته خیلی نکته جالبی اشاره کردی، پس اینم غلطه. دی هم که دوباره بخاطر همین دلیل غلط میشه. بله اصلا جای اون که با این جاش عوض شده، اینم اصلا مثلثش هاشور نداره. آفرین، به خاطر اینکه مستطیله باید پررنگ بشه، این خیلی نکته ریزی بود که مستطیله باید پررنگ بشه. آفرین آفرین. من از جنب بحشم یه بدقتی کردم. نه خواهش، این حرفا چیه، عالی بودی مریم خان، مرسی، موفق باشی. بچه به سوال 6 خیلی دقت کنید. به سوال 6 خیلی دقت کنید.
سوال 6 رو خیلی دقت کنید. خب یه نفر بیاد 5 و 6 رو به ما بگه. یه نفر بیاد 5 و 6 رو توضیح بده. نازنین خانم سلام استاد، روزتون بخیر. سلام، روز شما بخیر. خوبی؟ ممنون، شما خوب هستید؟ مرسی. خودتون رو معرفی کنید کامل. نازنین هستم از شهرستان محله. محلات، عالیه. خب بگو سوال 5 چی میشه جوابش؟ من تغییراتی که توی سوال 5 دیدم این بود که شکل اول از همه 90 درجه چرخیده و قرینه شده در واقع شکل قرینه نشده، رنگاش قرینه شدن. بله، رنگا قرینه شدن. پس توی شکل بعدی هم این شکل در واقع من گفتم زدم گزینه A زدم. آفرین. این که اصلا خیلی این اونوری چرخیده، هیچی. این که رنگاش اینطوریه، این هم رنگاش قرینه نشده، همون رنگاست. میمونه این دوتا. گزینه دی و ای، خب در واقع همونطور که شما گفتین من منظورم رنگ بود، شکل بر نگشته، قرینه نشده، در واقع رنگا جاشون عوض شده. بله. که شکل من اون قسمت اوریبی که پایین شکل داره اونم برعکس شده. پس دی هم اشتباهه. دی هم این شکل فلشش غلطه. بله. ای درسته. مرسی. سوال 6 هم جواب بدید لطفاً. سوال 6 هم من گفتم که این شکل 90 درجه در واقع چرخیده. خب و اینکه توی شکلی که حال عوض شده اون دایره مشکی شده، اون دایره کوچیک. خب من گزینه ای، به خاطر اینکه شکل بعدی اگه بخواد به چرخه، ببخشید از میخوام شکل ای نم زدم. آفرین آفرین. ای بچه اینو نگاه کنید، من اینو توضیح میدم. این مثلث پادساعتگرد دوران پیدا کرده، این اومده اینجا قرار گرفته. خب بعد این شکل ها یه خونه رفتن حرکت کردن، یعنی یه خونه حرکت کردن، دایره کوچیک هم سیاه شده. این هم همینطوری میشه، پادساعتگرد دوران پیدا میکنه، این ضلعش افقی میشه، اینا یه دونه میان این ورتر، یعنی شکل اینطوری میشه، دایره میاد اینجا، به علاوه میاد اینجا، دایره هم رنگ میشه که میشه گزینه A. دقیقا شکل سی که رد میشه به خاطر اینکه دایره اصلا رنگ نشده و جهات دیگه، شکل دیگه جهت مثبت و حال مثلثشون اشتباه به خاطر اینکه پادساعتگرد چرخیده. بله دقیقا. خب بریم سراغ سوال بعدی. بریم سراغ سوال بعدی. سوال 7 و 8 رو حل کنید.
بچه های عزیز یه نفر بیاد این دوتا سوال رو جواب بده. استاد سلام. سلام، حال شما خوبه؟ ممنون استاد، من دوباره وش شدم آیناز. آیناز خانم، اشکال نداره. آیناز خانم بفرمایید. استاد به نظر من سوال 7 میشه دی. چرا دی؟ توضیح میدید؟ چون شکل اولی 90 درجه چرخیده، بعد اگه بخوایم اون شکل بعدی رو هم 90 درجه بچرخونیم ساعتگرد. این 90 درجه ساعتگرد چرخیده این زاویهش، این شده این، اینم 90 درجه به چرخه میاد اینور. آفر، این سه تا حذف میشه. پس این سه تا حذف میشه. بله. حالا اون به خاطر این گزینه دیرم، گزینه ایرم خط میزنیم، چون اون شکل کوچیک اصلا این شکلی نیست. بله، اصلا ازش میاد بیرون اینجوری میشه دقیقاً. بله. این حذف میشه. بله، مرسی. سوال بعدی. سوال 8م به نظرم میشه ای، گزینه ای. یه ذره دقت کن. استاد اولی خب رنگاش اون دایره های کوچیک همش سفید میشه. بله. گزینه ای و دی رو هم حذف میکنی. بله. حالا همون شکلی که اول داشتیم قرینه شده، بعد دوباره شکلی قرینه شده، بعد همون شکل در جهت ساعتگرد 90 درجه چرخیده رو خودش افتاده. آن ببین، قرینه نشده، این اومده 90 درجه چرخیده، دوباره یه ذره 90 درجه دیگه چرخیده. پس اگه این 90 درجه به چرخه میاد اینور، 90 درجه دیگه هم به چرخه میاد اینور، میشه گزینه سی. درسته؟ بله بله. ببین این اگه این 90 درجه ساعت گرد، بعد دوباره یه 90 درجه دیگه اینجا، این 90 درجه این نوکش میاد به این سمت، یه 90 درجه دیگه نوکش میاد به سمت بالا، میشه این گزینه، گزینه سی. بله من مرسی. شما هم همینطور. بریم سراغ سوال بعد. خب بچه ها یه نفر بیاد این دوتا رو حل کنه. سلام. سلام، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. خودت رو معرفی کنید. آسوزانوریان از کرمانشاه. عالیه.
من سال اول گزینه سی در آوردم. بله، توضیح بدید. بله، شکل 90 درجه پاد زد گرد چرخیده، بعد جای این شکلش هم که روی این سرچوبوس عوض شده، یعنی مربع ها که کنار بوده اومده وسط، دایره ها که وسط بوده رفته کنار. و اونایی که رفته کنار رنگشون عوض شده. رنگشون بله، از اگه مثلا سیاه بودن سفید شدن. این هم میچرخ آخری؟ به چرخونیم شکل ای حذف میشه. بله، دقیقا همونی که گفتید دیگه، مثلث ها میرن کنار، رنگشون عوض میشه، میشه گزینه سی. گزینه ای سی ببخشید. خب سوال ده چی میشه؟ سوال ده من گزینه ای در بود. آفرین بچه. این 90 درجه پاد ساعت گرد دوران پیدا کرده، یه شکل قرینه خودش از نظر رنگی بهش چسبیده، اینم 90 درجه پاد ساعت گرد میشه دوران پیدا میکنه. بعد نگاه کنید اینا که اصلا ظل بالاشون صافه، این ظل بالاش نباید صاف باشه، اینا حذف میشه. بعد از نظر رنگی هم که فقط گزینه ایه، اون باهاش جور در نمیاد، این باید سمت، این قسمت باید بیفته سمت راست، میشه گزینه ای. خب دوستای عزیز، اینم از این جلسمون. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشید، چیزای خوبی یاد گرفته باشید. سوالای خیلی مهمی این جلسه حل کردیم، دیگه سوالای آسون حل نکردیم. من از طرح جامعمون سوالای سختاش رو انتخاب کردم، به علاوه چند تا سوال تازه آوردم اینجا با هم حل کردیم. حتما دوباره فیلم رو نگاه کنید، سوالا رو حل کنید، تکالیف رو انجام بدید تا موفقیت لازم به دست بیارید. تا دیدار بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.